ناخن‌های ما ساختارهای کراتینی هستند که از اپیدرمیس منشأ می‌گیرن. اونا نقش مهمی در حفاظت از انگشتامون و تقویت عملکردشون دارن. رشد ناخن یه فرایند بیولوژیکی پیچیده است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار داره. اگر می‌خواید بدونید این عوامل چی هستن و می‌خواید سلامت و رشد ناخناتون رو بهبود ببخشید، توی این ویدیو با من همراه باشین. بریم با هم ساختار و مکانیزم رشد ناخون رو بررسی کنیم. رشد ناخون از ماتریکس ناخون شروع میشه. این ماتریکس زیر کیوتیکول قرار داره. سلول‌های ماتریکس تقسیم میشن و به سمت بیرون حرکت میکنن. توی این فرایند کراتینه میشن و به قسمت‌های مختلف ناخون از جمله صفحه ناخون تبدیل میشن. کیوتیکول از ماتریکس محافظت میکنه و اجازه نمیده که مواد خارجی وارد بشن و اینجوری از عفونت جلوگیری میکنه. سرعت رشد ناخون به طور متوسط بین 3 تا 4 میلیمتر در ماه. این برای ناخونهای دسته، یعنی حدوداً 4 تا 6 ماه طول میکشه که ناخون به طور کامل رشد بکنه. سرعت رشد ناخونهای دست بیشتر از ناخونهای پا هستند. ناخونهای پا حدوداً بین 1 تا 1.5 میلیمتر در ماه رشد میکنن. حالا بریم عوامل مؤثر بر رشد ناخون رو با هم بررسی کنیم. بزرگترین و مهمترین مسئله طبق معمول ژنتیکه. مثلا اینکه ناخون‌ها در طول روز سریع‌تر رشد می‌کنن تا در طول شب چیزی نیستش که ما بتونیم از بیرون روش تأثیر بذاریم. یا یه مثال دیگه اینه که همه ناخون‌ها با یه سرعت رشد نمی‌کنن. انگشت شست و انگشت کوچیکه خیلی آروم‌تر از ناخن‌های دیگه رشد می‌کنن و انگشت وسط سریع‌تر از ناخن‌های دیگه. همینطور ناخن‌های دست قالب سریع‌تر رشد میکنن. مثلا اگر چپ دست هستین، چون از این دستتون بیشتر استفاده میکنین و خون بیشتر به سمت این ناخونها جریان پیدا میکنه، این ناخونها بیشتر رشد میکنن. و از افزایش سنم که نگم براتون، هر چقدر که سنمون بیشتر میشه، روند تقسیم سلولها توی ماتریکس کمتر میشه و ناخونها آرومتر رشد میکنن. یکی از عوامل دیگه ای که روی رشد ناخون تاثیر میذاره، تغذیه است. یکی از ضروری ترین موادی که شما باید مصرف بکنید پروتئینه. میدونید که ناخونای ما از کراتین ساخته شدن و کراتین خودش یه مدل پروتئینه. بنابراین مصرف پروتئین کافی ضروریه. مواد مغذی دیگه هم هستن که میتونن روی رشد ناخون و همینطور روی ظاهر ناخون تاثیر بذارن. موادی مثل آهن یا بیوتین. مورد بعدی که رشد ناخون‌ها رو تحت تاثیر میذاره هورمون‌ها هستن. مثلا خانم‌های باردار توی دوران بارداری تحت تاثیر هورمون‌ها ناخن‌هاشون بیشتر رشد می‌کنه و از اون ور در دوران شیردهی رشد این ناخون‌ها کمتر میشه. تیروید هم یکی دیگه از اون مواردی هستش که خیلی مهمه. اگر تیروید پرکار باشه، رشد ناخون‌ها بیشتر میشه و اگر تیروید کم کار باشه، رشد ناخون‌ها هم کمتر میشه. مورد بعدی عوامل محیطی و سبک زندگیه. مثلا اگر عادت به ناخون جویدن دارین، خب نه تنها ناخون‌ها رشد نمی‌کنن، بلکه ناخون‌ها از اون طرف میتونن حتی عفونت بکنن و دچار بیماری‌های مختلف بشن. یه مورد دیگه که معمولاً خیلی رعایتش نمی‌کنیم، خشکی بیش از حد دست و ناخون‌هاست. خشکی بیش از حد ناخون‌ها باعث شکننده شدن ناخون‌ها میشه و همینطور استفاده نکردن از دستکش موقع کار، مخصوصا کار با مواد شیمیایی. حالا چجوری ناخونا رو تقویت بکنیم؟ مهمترین نکته ای که میتونم بهتون بگم اینه که ناخوناتون رو مرطوب نگه دارین، مخصوصا با روغن ها و وازلین. اینا نه تنها ناخون رو مرطوب نگه میدارن، بلکه از کیوتیکول هم محافظت میکنن. اول ویدیو بهتون گفتم که کیوتیکول خیلی مهمه برای محافظت از ماتریکس و ماتریکس اونجایی که ناخون ازش رشد میکنه، پس ما باید محافظتش کنیم. بعدی رژیم غذایی متنوع است. شما هر چقدر بیشتر از ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی و پروتئین ها توی رژیم غذاییتون استفاده بکنید، همون قدم بیشتر نتیجهشو میبینید. از گوشت های مختلف، آجیل ها، میوه ها و سبزیجات استفاده بکنید. بعدی اینه که فشارهای مکانیکی رو از روی ناخوناتون کم بکنید. اگر ناخون میجوید یا دستتون رو مدام میکوبید به در و دیوار، یکم بیشتر مواظب باشید. مورد بعدی هم مصرف مکمل ها و در صورت نیاز مراجعه به پزشکه. اگر ظاهر ناخونتون داره تغییر میکنه و شک دارید که این نرمال هست یا نه، خوبه پزشک مراجعه بکنید، ضرر که نداره. حالا همه اینا رو بهتون گفتم، ولی خودم چی کار میکنم؟ راستشو بگم من ناخونام به طور ژنتیکی خیلی نازک هستن و خیلی راحت پاره میشن، حتی نمیشکنن، انقدر نرمن که پاره میشن. تقریبا هیچ وقت نمیتونم راحت ناخونامو بلند کنم.
برای همین ترجیح میدم که همیشه یه لایه ژلاک روی دستم باشه. این باعث میشه که ناخونام سفت بشه و یه حس خیلی بهتری داشته باشم. درسته که ژلاک به مرور زمان میتونه به ناخونها آسیب بزنه اگر که درست انجامش ندیم. ولی از اون طرفم من بدون ژلاک نمیتونم، انقدر که ناخونام نازک و شکننن تقریبا هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. کارهای روزانم همه میمونن. من خودم این کارو توی خونه انجام میدم و همیشه خیلی مواظبم. سعی میکنم که ترامای بیش از حد به ناخونام، به صفحه ناخونام وارد نکنم. یه نکته خیلی 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 مهمه دیگه که باید بدونید اینه که از دستگاه‌هایی که دارین استفاده میکنید برای خوش کردن این ژلاک‌ها، اینا همه با اشعه یووی کار میکنن. خیلی مهمه که پوست دستتون رو محافظت بکنید. شما میتونید از دستکش استفاده بکنید، دستکشایی که خب مسلماً سر ندارم و ناخوناتون فقط معلوم هستن وقتی که دستتون رو میکنین زیر دستگاه یووی، و یا میتونید از ضد آفتاب‌ها روی دستتون استفاده بکنید. اعتراف میکنم که توی این موضوع خودم یکم تنبلم. اگر شما راه حل آسون‌تری دارید، بیاید این زیر برام بنویسیدش. فکر میکنم استفاده از دستکش‌ها آسون‌ترین راه باشه. سعی میکنم تو آینده این کارو انجام بدم. راستی اگر از آناتومی ناخون خوشتون اومد، توی این ویدیو میتونید آناتومی پوست رو ببینید.